بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب خدمت شما دوستان عزیز با ادامه بخش دنباله ها در خدمت شما هستیم که این قسمت پایانی دنباله ها یعنی حد مجموع دنباله های هندسی مجموع دنباله های هندسی و مجموع دنباله های حسابی هستش که این قسمت مربوط به دانش آموزان رشته ریاضی هستش و در کتاب های بیشتر بهش تاکید شده اما اگه دانش آموزه رشته تجربی همین رو بدونن خالی از لطف نیست و میتونن تستای کنکورشون رو سریع بزنن و بتونن سالای سخت رو حل کنن و اینکه به بحث مسلط تر بشن خب میرسیم به داستان گاوس گاوس یک دانشمند بزرگ ریاضی بود که استارت این قسمت از درس ما که الان جمع دنباله های حسابی و هندسی مجموعشون هست این دانشمند بزرگ به اسم گاوس زد و این جرقه رو به وجود آورد چجوری شد؟ هنگامی که گاوس سوم ابتدایی بود معلمشون میاد سر که راست حوصله درس دادن نداشته و میاد بهشون میگه که بشینید اعداد یک تا صد رو با هم جمع کنید خب اینا سوم ابتدایی بودن هنوز مهارت زیادی تو جمع کردن اعداد با هم نداشتن یعنی مثلا اینا باید میمدن میگفتن یک به علاوه دو به علاوه معلمی یعنی معلم اینو ازشون خواسته بود جمع این و انتظار داشت که حدودا یک ساعت بعد نفر جواب به داره درست باشه غلط باشه این دانشمند بزرگ به فاصله جواب رو میگه من میگه پنیزار و, و معلم میمونه متعجب میشه اصلا خودش هم تعالیف فکر نکنم حساب کرده باشه بعد ازش میپرسه که چجوری حساب کردی و گاس روشش رو توضیح میده که به این صورت بوده گاس می عدد یک تا صد رو مینویسه و عدد صد تا یک رو هم مینویسه یعنی برعکس ستونی زیره هم یعنی به این صورت و بعد با هم جمعشون میکنه یعنی جمع میکنه یعنی یک با صد، دو با نوود و نو و به همین ترتیب که یعنی اگه با هم جمعشون کنه یک با صد میشه صد و یک دو با نوید میشه صد و یک و میشه صد و یک تا خود صد هم به علاوه یک میشه صد و یک خب چند تا صد و یک کیه؟ خب صد تا دیگه از یک تا صد صد تا عدد دو بار جمع کردیم شده صد, صد و یک صد تا صد و یک میشه خب صد تا صد و یک رو دو بار جمع کنیم. ما صد تا صد و یک رو شده این عدد چون دو بار جمع کنیم؟ نصفش رو کنیم چون دو بار جمع کنیم ما بار جمعش تقسیم کرده شده 1050 به همین سادگی به سرعت جواب رو میده و میبینید که جمع کردن اعداد یک تا صد چقدر آسونه خب اگه شما توجه کنید میبینید این یک تا صد یک دنباله یه حسابیه ببینید با قدر نسبت یک و بعد دانشمندان دیگه ریاضی این روش رو یاد گرفتن خود گاوس این رو ادامه داد و باعث به وجود اومدن یک مبحث جدید در دنباله ها شد که در این ویدیو میخوایم این جمع دنباله ها رو یاد بگیریم خب اول به جمع دنباله حسابی میپردازیم خب این فرمولشه SN جمع یک تا انومین جمله است SN جمع یک تا انومین جمله است به طور مثال من یک دنباله حساب اینجا می نویسم سه پنج هفت و نو و غیره هم اینجوری می ده. خب به طور مثال من می خوام جمع سه تا جمله اول رو به دست بیارم جمع سه تا جمله اول این SN چیه؟ جمع جملات یک تا N هستش به این صورت پس یک تا N خب من جمله سه مثلا جمع سه تا جمله اول رو میخوام اگه جای ان بذارم سه جمع جمله اول با جمله دوم و جمله سوم رو به من میده ببینید من اینجا میخوام S سه رو حساب کنم که این برابر با سه دوم ببینید چون جای N گذاشتم سه تو این عبارت سه دوم در دو تا آ آی یک دو در سه جمله اول من هم سه اینجا دقت کنید و علاوه n منهای یک یعنی سه منهای یک این کار نشان من بذارم در دی دی من چنده داره دوتا دوتا زیاد میشه دیگه از دی من دوه در دو خب ببینید دو سه تا که میشه شیش تا سه منهای یک هم میشه دو دو دوتا تا هم چهار تا با این شیش تا میشه ده تا پس میشه سه دوم زب در ده که میشه این با این ساده میشه میشه پنج میشه پونزده پس این جمع سه تا جمله اول منه میخواید کنترلش کنید خب ببینید من سه تا جمله اول رو با هم جمع کنم ببینید جمع این سه تا میشه پونزده دیگه همین ساده ای. پس این جمله ان رو باید به دست بیاریم یعنی SN چیه؟ جمع جملات یک تا ان خب حالا یه, یه, مسئله اینجا به وجود میاد ببینید بعضی وقتا من جمع یک تا ان رو نمیخوام به طور مثال من جمع پنجمین جمله الا دهمین ده جمله رو, ده رو میخوام این قشنگ این تیکر رو دقت کنید پنجمین جمله تا دهمین جمله رو میخوام این فرمول به من یک تا n میده یعنی من اگه اس ده رو حساب کنم یک تا ده رو میده اس پنج رو حساب کنم یک تا پنج رو میده خب یعنی من جمله اول دوم سوم چهارم رو نمیخوام میخوام حذف شن چیکار میکنم میام میگم اس ده منهای اس چهار این به من جمع جملات پنج تا ده میده چرا؟ چون این خودش یک تا چهاره از یک تا ده کمش کنیم میشه پنج تا ده خب حالا جوره که بریم من مثالاشم هم حل میکنم که بهتر متوجه بشید خب تمرین میگه در یک دنباله حسابی جمله دوم پنج جمله پنجم چهارده می باشد یعنی یه اطلاعات اینجا مسئله به ما داده یه اطلاعات هم اینجا میگه مطلوب از جمله عمومی و مجموع 20 جمله اول مجموع 20 جمله اول بیست. یعنی اس 20 یعنی جمع یک تا 20 جمله خب حلش رو ببینیم این صورته ببینید a رو من داده 5 A5 داده 14 من این رو بازش کنم a که به علاوه دی میشه 5 A1 به علاوه 4 هم میشه 14 ببینید مثل همون سال دنبال های حسابی که دو مادر رو دو مچورش میکردیم به روش حضوی دی و A1 به دست میارم از اینجا آن به دست میاد یه جمله عمومی رو میتونم به دست بیارم که جمله عمومی با این برابره این سوال جمله عمومی از آن خواسته خب و بعد مجموعه 20 جمله رو میخوام به دست بیارم مجموعه 20 جمله میشه اس 20 اس 20 این میشه N بعد بتونیم 20 خب میشه 20 دوم در دو در آ1 آ1 کم چند به دست اومد دو اینجا دارمش دو a 1 بله N منهای در D دیم چند به دست اومد سه اینجا دارمش و بعد میشه ده زد بعد چهار بله پنجا پیشه شیستد و ده یعنی گزینه یه دال همه چیزش عین دنبال های حسابیه فقط یک فرمول رو ما داریم اضافه تر استفاده میکنیم همین صورت خب این مثال مثال خوبیه توجه کنید میگه در یک دنباله این حسابی مجموع پنج جمله اول پنجا مجموع ده جمله اول هم دیویسته. یعنی اینجا الان اس پنج رو به من داد اینجا هم S ده جمله هشتم رو میخواد این دو روش حل داره من حل ساده ترش رو اینجا گفتم حل روش دوش هم توضیح میدهم. میتونید به تمرین حل کنید برای خودتون ببینید S10 میشه A1 تا A10 درسته؟ S5 هم میشه A1 تا A5 من این دوتا رو از هم کم کنم چی میشه؟ ببینید اگه این دوتا از هم کم بشه میشه S6 تا S10 چرا؟ چون یک تا پنجش از یک تا ده حذف میشه دیگه فقط 6 میمونه به بعد یعنی تا اینجا کات میشه از اینجا به بعد برای S10 میمونه خب S10 ها که دارم دیبیسته S5 هم که سوال داده خودش 50 این برابر با اینه خب حالا این رو دونه دونه باز میکنم یعنی A6 میشه A5D A7 میشه A6D آ هشت میشه آیک به هفتی آ نو هم میشه بالا به هشتی و آ 10 میشه آیک به علاوه نهتی اینا رو با هم جمع کنیم میشه پنج آیک به پنج دی از یه پنج فاکتور میگیرم میشه آ به علاوه هفتی خب آ به برای هفتی همون آ هشت منه دیگه پس 150 پنجاه میشه پنج تا آ پس آ هشت طرفین رو تقسیم بر پنج میکنم جسی روش دومش به صورته ببینید روش دومش به این صورته شما فرمول S N رو برای این بنویسید یعنی S 5 میشه 5 دوم در دوتا تا آیک و علاوه N منهای یک هم که 5 5 منهای یک در دی و اس ده رو هم باز کنید که میشه ده دوم در دو آی آیک و علاوه ده منهای یک دی خب بالای من چی میده؟ بالای به من بگه که این دوتا آی آیک این هم میشه سه تا دی چهار تا دی چون این پنج من میشه چهار 4 تا دی در پنج دومی این ضرب بشه دوتا این تو پنج دوم ضرب بشه این پنج دوم در دو آی آیک یک ضرب بشه میشه یعنی اس 5 رو باز میکنم سادش میکنم اس پنج میشه که پنج آی آیک یک علاوه ده D S5 هم, هم که خود سوال به من داده 50 دیگه اون یکی S10 میشه 200 مساویه با خب 10 تا میشه 5 میشه 10 تا A1 یا میشه 9 9 5 تا هم 45 تا 45 خب اینجا من دو معادل دو مجهول دارم این روش دوه و من میتونم دی و آیک رو به دست بیارم آیک و دیو رو که به دست آوردید میتونید فرمول جمله عمومی هم که دارید میتونید جمله هشتم به جای ان بذارید هشت و به دستش بیارید پس از دو روش این رو یاد گرفتیم روش یک این روش دو خب میرسیم مجموع جملات دنباله هندسی در دنبال هندسی ما با این فرمول مواجه هستیم که آیه کمون که جمله اوله اینمونم کیو هم که قدر نسبت قبلا گفتیم این میشه دنباله هندسی من یه مثال بزنم مثلا دو شیش هیجده این که آیه که منه ببینید کیوم هم که داره زب داره سه میشه هر کدوم و این هم یو منی خب میخوام اس رو به دست بیارم به طور مثال سه جمله اولش یعنی اس سه, سه برابر میشه با آ یک چند دو در خب کیوم هم که سه به توان چند چون اینو گذاشتم سه دیگه s سه, سه می هم میخوام به توان سه منهای یک تقسیم بر سه منهای یک خب این سه منهای یک با این دو ساده میشه این برابر میشه با سه تا تا نه تا سه نه تا هم بیست این سه تا میشه بیست و هفت منهای یک که برابر میشه با بیست و 6. اگه جمعش کنیم هم دقیقا به همین صورت ببینید 18 با 6 میشه 24 با 2 میشه 26 پس این رابطه درسته خب ما یه فرمول S بی نهایت هم داریم من این بالا رو پاک کنم یه فرمول اس نهایت هم داریم این ب... چیه ببینید شما وقتی کیوتون تون از یک کوچیکتر ببینید این شرط خیلی مهمه کیو از یک کوچیکتر یعنی قدر نسبتون از یک کوچیکتر خب این یعنی چی ببینید ما اگه جمله اولمون فرمسال دو باشه و قدر نسبتمون یک دهم باشه این جمله بعدی میشه دو دهم جمله بعدی میشه دو صدم جمله بعدی میشه دو هزارم ببینید این همین جوری داره میره داره به کجا میل میکنه به صفر یعنی همینجوری بریم همین جلو به صفر ببینید هی داره اشاره زیاد میشه یعنی دو عدد قابل توجهی نسبت به بقیه دو دهم ده باز بد نیست دو صد ولی مثلا دو هزارم دیگه خیلی کم دو ده هزارم دو صد هزارم اینا دیگه عددی که نزدیک به صفر می پس تهش به صفر میل میکنه پس میبینید که وقتی کیو از یک کوچیک تره جملات دنبالمون از نظر قدر مطلق هی دارن کوچیک‌تر میشن وقتی کیو از یک کوچیک‌تر یعنی من منظورم قدر مطلق کیو که از یک کوچیک‌تر پس برای دنباله های که کیوشون از یک کوچیک‌تره این اس بی یا حد مجموع کاربرد داره حالا سوالی که حل میکنیم این رو بهتر متوجه میشیم. سوال رو برای توجه کنید. تو پیرا تا ارتفاع 10 متر پرتاب میکنی. و زمانی که به زمین برخورد میکند، به اندازه یک چهارم ارتفاع قبلی خود بالا میاد. خب ببینید این اگه سطح زمین باشه این اگه سطح زمین باشه این توپ منه تا ارتفاع ده متر پرتش کردم و بعد که به زمین میخوره یک چهارم ارتفاع قبلی خودش میره بالا خب یک چهارم ده میشه دو نیم یعنی میشه پنج دوم خب و به همین ترتیب این ادامه پیدا میکنه یعنی توپ بعدی یک چهارم نیم میره بالا بعدی یک چهارم یک چارم دیگه انقدر حرکاتش نامحسوس میشه که در نهایت وای میسته حالا این من گفتم مسافت طی شده چقدر است ببینید چون کیوم از یک کوچکتره یعنی کیوی من چند یک چهارم چرا چون یک چهارم یک چارم داره ضرب میشه کیوی من از یک چارم کوچکتره از یک کوچکتر یعنی یک چارمه. خب و این باعث میشه که من بتونم اس بینهایت رو حساب کنم یعنی حد مجموع خب ببینید مسافت تیش دهات اول چیه یه ده تا از این ور اومده یه ده تا هم بریشته یعنی ده به علاوه ده بعدی یه دونیم رفته یه دونیم بریشته یعنی دونیم به علاوه دونیم و به همین ترتیب که اگه دنبالش رو بنویسیم مسافت تیش شده رو بنویسیم میشه 20 چون 10 ده رفت 10 بریش 20 مسافت طی کرده این 20 متر بعدی 5 متر بالا بله دونیم و همینطور میره این زبدا چند شده همون یک چهارم که کیوی ما بود خب اس بی چی بود؟ آیک یک روی یک من های کیو آ یک هم چنده 20 یک من های کیو میشه یک من های یک چهارم که میشه سه چهارم و بعد اینو اگه دور در دور نزدیک در نزدیک کنیم به این صورت میشه 20 زب در 4 تقسیم بر که میشه 80 و میشه 26 ممیزه 7 یعنی این تا وقتی که وایسته 26 ممیزه 7 متر تیم میکنه و بعد از اون دیگه تغییراتش انقدر نامحسوسه که اصلا دیگه حساب نمیشه تایش به 26 ممیزه 7 میره یه مثال دیگه این همینه اینو با هم نگاه کنیم ببینید تو سوال قبل گفته بودم تو پی را تا ارتفاع ده متر اینجا گفته چی تو پی از ارتفاع ده 20 متر حالا با 20 حل کرده فرقش فرقش اینجا سطح توپ رو زمین نیست دیگه و وقتی میگه از ارتفاع رها کردیم این توپ بالاتر بوده ببینید این توپ اینجا بوده اینجا بوده و بعد ولش کردیم توپو اومده پایین خب 20 متر اول اومده پایین مسافت طی شدهش بعد یه دهمه چون گفته هر بار که به زمین میخوره یک دوم ارتفاع قبلی خودش میاد بالا ده تا میاد چون یک دوم بیست میشه ده دیگه ده تا میاد ده تا برمیگرده، ببینید میشه ده به علاوه ده یه بیست تا اول رفته یه ده تا هم رفته یه ده تا هم برگشته بعد نصف ده میشه پنج نصف پنج میشه پنج دوم همین ترتیب ببینید یعنی اول که 20 اومده پایین بعد دیگه 10 تا رفته 10 تا برگشت 5 تا رفت 5 برگشت که میشه 20 به علاوه 20 چون این شده 20 اینم که خودش بوده این 5 هم که بالا علاوه میشه 10 ببینید این اگه در نظر نگیریم اینو در نظر نگیریم این ادامه این یه دنباله هندسی با آیه که 20 و کیو یک دوم که از یک کوچیک‌تره که این میشه براش اس بی نهایت حساب کرد که میشه آ 1 تقسیم بر 1 منهای کیو که میشه 20 تقسیم بر 1 یک منهای 1 دوم که میشه 40 پس این نهایت 40 تا میره یه 20 تا هم اول رفته بود یعنی اومد پایین 20 تا رو به علاوه اس نهایت میشه 20 به علاوه 40 که میشه 60 پس ببینید این قسمت مسئله عین قبله فقط انقدر اضافه رفته یعنی این قسمت تشکیل دنباله هندسی داده و قبلش هم بهش مسافتش که تی شده اضافه کردیم به همین ترتیب خب این قسمت از دنباله هم به پایان رسید مثال بیشتر در داخل جزه هست در داخل جزه بنده وجود داره من چه مثال هایی سعی کردم کاربردی تر قابل فهمتر که درک شما رو برای بالا باشه خب این ویدیو هم به پایان رسید یه ویدیو دیگه میمونه که خیلی کوتاه اونم یادگیری برنامه اکسل و رهوه فرمول نویسی داخلشه که میتونیم باهاش این سوال و سوال قبلی رو که به عنوان همین تمرین اینجا حل کردیم و حل کنیم و برای آموزشیتون مفید اون ویدیوها رو حتما ببینید تا آموزشی دیگر شما رو به خدا بزرگ میسپارم که موفق باشید خدا نگهدار